ضرب و شتم، ازدواج های زیر سن، بد دادن و خشونت های خانوادگی بخشی از خشونت های اعمال شده در برابر زنان در بادقیس عنوان شده است. خشونت هایی که در جریان 2 سال اخیر دست کم به 70 مورد آن رسیدگی شده است. آنجلا حمیدی، دادستان منع خشونت علیه زنان و تخلفات کودکان در دادستانی بادغیس، میگوید که اکثریت خشونت های ثبت شده در این اداره مورد بررسی قرار گرفته است. خشونت علیه زنان یک پدیده زشت و ناپسندی است که در تمام دنیا وجود دارد. در افغانستان هم در طی سالهای متمادی زنان زیاد قربانی خشونت گردیدند. از مدت 2 سال به دین 3 سالنوالی من خشونت علیه زنان و تخلفات اطفال در ولایت بادغیس ایجاد شده، به تعداد 70 قضیه خشونت علیه زنان در این سالنوالی به ثبت شده و محول پروسه محاکماتی شده و خشونت از او به انواع و اشکال مختلف از بوده که شامل علت کوبی بوده، ازدواج های اجباری، ازدواج های سیر سین و غیره خشونت هایی بوده که بر علیه زنان اتفاق افتاده که ما در سالنوالی من خشونت در ولایت بادغیس بررسی کردیم. کم آگاهی اکثریت ساکنان بادغیس از حقوق زنان و رسم و رواج های ناپسند از مواردی عنوان می شود که سبب اعمال خشونت علیه زنان می شود. زرغونه شیرزاد، رئیس امور زنان ولایت بادغیس، می گوید که با رسیدگی مناسب به پرونده های خشونت علیه زنان، آمار خشونت علیه زنان نسبت به سالهای گذشته در این ولایت کاهش یافته است، اما او آماری در این مورد ارائه نمی کند. افغانستان که چند دهه جنگ پشت سر گذاشتنده، یعنی کاهش دادن خشونت کار ساده و آسان نمی باشه. با آن هم زحمت و تپ و تلاش خود کردیم و توانستیم که ما تا اندازه خشونت کاهش بدیم که انشالله هم کاهش یافته و همچنان در راستای ای که حضور خانم ها در ادارات دولتی بیشتر می باشه و مثلا در مراجعین که ما داریم. به نظر من و علت از ای که اگر خشونت گاهی اوقات هم چون به طور نویسان می باشه و اگر ایانن که گاهی تای برجا اگر بلند تعمیره، بلند بردن سطح آگاهی خانم ها از حقوق حقشان است. شماری از عالمان دینی در بادغیس میگویند که تلاش دارند تا از طریق منابع حقوق زنان را که دین اسلام به آن اشاره کرده است با مردم شریک سازند. رئیس حج اوقاف ولایت بادغیس میگوید که از هیچ کاری برای محو خشونت علیه زنان در این ولایت دریغ نمی کند. در قبال محو خشونت علیه زنان دریغ نکردیم و نمی کنیم. و یک چیزی که امروز اگر بیشتر در این مجلس علما دعوت می شدن خیلی خوب می بود که تعدادی بیشتر علما می بودن در اینجا، به خاطر که علما و کسانی هستند که جامعه سنتی در حقیقت بیشتر به حرف علما گوش می دن. در این اساس علما بودن، هستند و خواهیم بود. والی بادغیس می گوید با کسانی که علیه زنان دست به خشونت بزنن با جدیت برخورد می کند. عبدالغفور ملکزی، والی ولایت بادغیس، به زنان این ولایت اطمینان می دهد که در برابر نابرابری ها در قبال زنان ایستاده خواهد شد. خشونت علیه زن مطلق و اداره محلی ولایت بادغیس ممنوع است. ما ایچ اما خصوصا در زنان و با اطفال اینا را ما با ما قابل قبول نیستن و با اداره قضاییتی ما مو که قسمی که مبارزه کردن که قسمی که سالوار سب گفت که 70 دوسیه را ما را زیر بررسی گرفتن، اما در از بیشان خواهش میکنم که هیچ رحم نکنن و حساب خشونت علیه زنان یک مشکلی که داشته باشه، یک جرمی که داشته باشه سر از رحم نکنن و نه واسطه را قبول کنن. در گذشته موارد خشونت علیه زنان در ولایت بادغیس در سطح بالایی گزارش می شد، اما در سالهای اخیر به ویژه سال جاری آنچه راه اندازی برنامه های گوناگون به منظور کاهش میزان خشونت علیه زنان در این ولایت عنوان شده، میزان خشونت ها نیز نسبت به سالهای گذشته کمتر گزارش شده است.